درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ناظر بر اجازه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی با آقای سوفیا مهر صحبت میکنیم. جناب سوفیا مهر، صحبت های امروز خامنه ای رو چگونه میبینید؟ یک نرمش قهرمانانه دیگر؟ دوی بر شما و همیهنان گرامی، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به نقطه ای رسیده که نمیتونه برنامه هسته‌ایش رو به پیش ببره بدون اینکه تهدیدات خارجی رو متوجه خودش نکنه. اما در این حال اون چیزی که مهم بود در گفته‌های خامنه این بود که بازگشت به برجام با همون شرایطی که در برجام قید شده بود و سطح به اصطلاح محدودیت ایجاد کردن در سطح پیشرفت هسته‌ای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اینها تغییر کرده. به یه معنا به نظر میاد که خامنه‌ای پذیرفت که دست به یک توافق موقتی بزنه با دولت بایدن، اما فرضاً سطح غنی‌سازی اورانیوم برخلاف این که در مثلا توافق برجام 3.5% بود، مثلا الان توی 20%، 30% یا 60% نگه داره، یا اینکه میزان نصب سانتریفیوژ های نسل جدید رو افزایش بده، هم تعدادش و همون به اصطلاح نسلای پیشرفته تر و جلوتر و پیشرفته تر سانتریفیوژ ها رو نگه داره. به نظر میاد که توافق بر سر اینه، منتها این به هیچ معنا نیست که برجام میخواد احیا بشه. به نظر من برجام از میان رفته و این یه توافق موقتی، دولت بایدن هم در عرصه خارجی تحت فشاره، چرا که روابط خارجی و یا سیاست خارجی آمریکا واقعا در دوران بایدن چیزی از فاجعه کم نداشته. بنابراین دولت بایدن سعی کرده به هر طریقش شده که یک سری به اصطلاح دستاوردهایی رو نشون بده. به هر حال موسم انتخابات هم نزدیکه. بله، بایدن هم اینجا تحت فشاره تا اینکه بخواد یک دستاوردی رو نشونه افکار عمومی بده. اصلا با توجه به صحبتی که شما میکنید که انتخابات هم نزدیکه، اصلا مشخص نیست بازم در واقع حالا دموکرات ها بیان، جمهوری خواه هم بیان، کی بیان. اصلا در واقع موقتی بودن این توافق از همین الان کاملا قابل پیش بینیه. و بعد این تحولات در حالی روی میده که همینطور که خودتون هم میدونید چند وقت، یعنی چندی پیش در اوج در واقع اعتراضات مردم ایران و خیزش های انقلابی در ایران، خب ما دیدیم که امانوئل مکرون با گروهی از چهره‌های اپوزیسیون دیدار کرد و از طرف دیگه اینکه وزرای امور خارجه آلمان و اتریش هم در واقع قول دادن که پشت سر مردم ایران میستن. ولی خب حالا میبینیم که، فکر میکنید که در واقع نظر شما این که در واقع کجا این معادلات تغییر کرد و چرا این معادلات به نظر میرسه تغییر کرده؟ به من فکر نمی کنم معادلات تغییر کرده، معادل همون بوده. ولی اون معادل چی بوده؟ به نظر من اینجوری میشه توضیح داد که اولویت غرب و کشورهای اروپایی و آمریکایی همیشه امنیت خودشونه. اولویت اولشون امنیت، اولویت دومشون منافع اقتصادی خودشونه و اولویت سوم شاید مسئله حقوق بشر در کشورهای دیگه باشه. برای اینکه بر روی یک توازن ایجاد بکنن میان اولویت اولشون که امنیته و حالا بعضی از رتوریک حقوق بشرشون هم حفظ بکنن، خودشو به عنوان کشورهای مدافع حقوق بشر نشان بدن، یک بازی میانه ای رو به پیش میبرن. یعنی اینکه هم این ور میخوام داشته باشن هم اون ور قضیه رو. به همین خاطر رفتارشون به نظر من تناقض آمیز میرسه، در صورتی که در ذهن اونها یک سری حمایت هایی که عموما غرب کرد از خیزش ملی مردم ایران بیشتر نمادین بود، بیشتر در سطح رتوریک بود، بیشتر در سطح سخنوری بود تا اینکه یک اقدام عملی ملموس انجام ده. این به خاطر چی غرب این کارو کرد؟ به خاطر اینکه حمایت میخواست بکنه از مردم، ولی این حمایت به سطحی نمیخواست برسونه که احتمال رسیدن به یک توافق هسته‌ای رو با جمهوری اسلامی از میان ببره. به همین خاطر کشورهای غربی همین رویکرد میانه رو
در پیش گرفته بودن، الان هم همین کار دارن میکنن. الان هم اولویتشون اینه که به اصطلاح خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کاهش بدن، چرا که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای غرب یک تهدید امنیتیه برای اونا، این اولویته. و بنابراین تو اولین نشانه هایی که از سمت جمهوری اسلامی پدیدار میشه که میخواد یک توافق رو انجام بده، غرب دست رد به اون نمیزنه و البته میدونه که این کار میتونه به جنبش مردم ایران آسیب بزنه و موقعیت به اصطلاح جنبش مردم رو دست کم به صورت موقتی بتونه تحت تاثیر منفی بذاره. منتها همونطور که خدمتون عرض کردم، اولویت غرب مردم ایران نیست، اولویت غرب حقوق بشر در ایران نیست، اولویت غرب امنیت خودش، متاسفانه. و این که در واقع، حالا البته شما فکر کنم جواب سوال آخر منم دادید، ولی حالا من با این وجود سوالمو میپرسم، آیا به هر حال مخالفان پرشمار جمهوری اسلامی میتونن امیدوار باشن که کشورهای غربی در واقع یک کاری بکنن این وسط، در واقع چشم امیدی میتونن داشته باشن به کشورهای غربی یا خیر؟ به نظر من امید اینجا سازنده نیست. امید بستن به کشورهای غربی، اتفاقا ناامید شدن نسبت به کشورهای غربی میتونه سازنده تر باشه، چون که وقتی که ما میدونیم از این به اصطلاح از غرب دیگ گرم نمیشه، به توان خودمون تکیه میکنیم و میدونیم که خودمون باید این مسئله رو به پیش ببریم. اگر که مردم ایران به شمار میلیونی در خیابانها ظاهر بشن و پافشاری داشته باشن و این گسترده باشه، همه فراگیر باشه، همه جای ایران فراگیر بشه و جمهوری اسلامی به عقب رونده بشه و توازن قوا به نفع مردم به صورت میدانی در خیابانها تغییر کنه به ضرر جمهوری اسلامی، اون موقع غرب ناچاره که با این باز هم به خاطر منافع خودش و به خاطر اون امنیت خودش با مردم ایران همراهی بکنه. ولی تا وقتی که غرب فکر کنه که مردم ایران زورشون به جمهوری اسلامی نمیرسه و تا موقع که جمهوری اسلامی دست به سرکوب بزنه و نشون بده به دنیا که میتونه اراده موندن داره، متاسفانه غرب کمک جدی نمیکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی به یک سمت و سوی بره که منافع امنیتی غرب رو به خطر بندازه. به خاطر همینه که خامنه ای الان احساس کرده که تداوم برنامه هسته‌ای میتونه غرب رو بر سر یک تصمیم گیری جدی برسه که یه برخورد قاطعی با جمهوری اسلامی بکنه. یعنی خامنه ای غرب رو تا لب پرتگاه میبره، اما تا اونجا بعد میگره، وقتی خودش هم میبینه که میخواد به پرتگاه سرازیر بشه و سرنگون بشه، الان فکر میکنه که باید مذاکره بکنه و مذاکره کرده و توافق بکنه تا این سطح تهدید غرب و علیه رژیم جمهوری اسلامی کاهش بده. و حالا سوال پایانی، البته این سوال الان اینجا برای من خودم پیش اومد، این که آیا به نظر شما این که اینقدر حالا غرب داره و آمریکا داره با جمهوری اسلامی کنار میاد، دلیلش میتونه این باشه که حالا خب ظاهرا حالا در ایران در واقع این اعتراضات به نوع توقف رسیده و شاید این تشویق کرده اونا رو که حالا شاید خیلی هم مردم جدی نیستن تو این قضیه و اینکه حالا بیاین یه توافقی هم بکنیم و قضیه رو جمعش کنیم یه جوری؟ بله همینطوره. یعنی وقتی غرب محاسبه میکنه، میبینه که اگه که مردم توانایی اینو داشته باشن که جمهوری اسلامی رو شکست بدن، اون هم کنار میمونه و منتظر میمونه ببینه اون طرف برنده کیه، با اون طرف برنده مذاکره بکنه. متاسفانه الان غرب احساس کرده که طرف برنده مردم ایران نیستن و اون کسی که به اصطلاح ابزار آسیب زدن به غرب و داره این جمهوری اسلامیه و باید با امتیاز دادن به جمهوری اسلامی به یک نوع این ابزار تهدید رو از دستش در بیاره. یکی از عوامل و دلایلی که جمهوری اسلامی روی برنامه هسته‌ای تکیه میکنه همینه که یک اهرم فشاری روی غرب داشته باشه که بتونه فشارهای غرب رو به یک نوعی مهار بکنه. الان جمهوری اسلامی میدونه که دیگه نمیتونه به پیشرفت هسته‌ای خودش ادامه بده، الان باید سطح پیشرفت رو پایین بیاره، الان باید به سمت توافق بره تا اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی شکل نگیره. اگر که اجماع جهانی شکل بگیره، خب میتونه این موجودیت و هستی حکومت رو به خطر بندازه و خامنه‌ای این خطر رو حس کرده و همین خاطر میخواد دست به توافق بزنه. اما به نظر من این توافق بسیار بسیار لرزانه
چرا که ما هنوز البته جزئیاتش رو نمیدونیم، ولی بر اساس اون توافق برجام بخشی از این اورانیوم غنی شده به روسیه میبایست فرستاده بشه. و الان اگر که این توافق همچنان همچی مسئله رو داشته باشه، این نقض به اصطلاح سیاست هایی که غرب در قبال روسیه گرفته، چرا که الان به هر روی غرب به صورت نیابتی با روسیه در حال جنگه و خود روسیه از جانب غرب دچار تحریم های گسترده هست. بنابراین اگر که بخوان این اورانیوم رو به روسیه بفرستن، به یک نوعی باید غرب خود اون تحریم هایی رو که وضع کرده علیه روسیه رو زیر پا بذاره و چه بسا روسیه رو تو این زمینه قوی تر بکنه و از میزان انزوای بین المللی اون بکاهه. بنابراین این پیچیدگی مسئله هم وجود داره. و مسئله دیگه اینه که خب به هر روی چیزی در حدود یک سال و نیم دیگه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هست و مشخص نیست که بایدن از دوباره انتخاب بشه، و اگر که رئیس جمهور جمهوری خواهی باشه و به ویژه ترامپ انتخاب بشه، باز از دوباره به نظر این توافق روی هوا خواهد رفت و از دوباره ما به اون خونه اول باز خواهیم گشت. و جمهوری اسلامی همین رو میدونه، در گفتگوی خامنه‌ای اتفاقا این مسئله اعتماد مطرح بود و نشون میده که جمهوری اسلامی هنوز اعتماد به غرب نداره و این باعث میشه که این توافق لرزان و بسیار موقتی باشه و چه بسا اصولا شاید هم تا پیش از پایان ریاست جمهوری بایدن بنا به دلایل دیگری که اکنون بر ما روشن نیست به پایان برسه. و چقدر پایه های جمهوری اسلامی لرزانه که به این توافق لرزان در واقع داره اکتفا میکنه. خیلی متشکرم جناب امیر صوفی عامر از گفتگو با ایندیپندنت فارسی. خدا نگهدارتون.